مثال 46 با اطمینان از اینکه زبان انگلیسیه، کلیه آیکون های نوار وضعیت غیر فعال هستن، مکان نما در حالت خارج از فرمان قرار داره، حروف CYL رو در خط فرمان تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، specify center point of base نقطه مرکز رو 10 و 10 تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، specify base radius شایع دایره پایین رو 5 تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم و specify height رو عدد 1 و کلید انتر رو میفشاریم. بر روی نوامنوی باز شده modify کلیک چپ میکنیم، با قرار دادن مکان نما بر روی سال editing فرمان move faces رو انتخاب میکنیم، select faces بر روی face یا وجه مورد نظر کلیک چپ میکنیم تا انتخاب بشه. با استفاده از این فرمان با معرفی یک بردار میتونیم افزایش حجم رو ایجاد کنیم. اینجا در نوار وضعیت بر روی 3D Object Snap کلیک میکنیم تا در وضعیت آن قرار بگیره و گیره Center of Face مرکز وجه رو انتخاب میکنیم. با قرار دادن مکان نما در این قسمت گیره 3D Center ظاهر میشه. Base Point رو با کلیک چپ معرفی میکنیم و Second Point رو اینجا میگیم نسبت به نقطه قبلی x0, y0 عدد 9 مثبت رو تایپ میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. مشاهده کردیم که تونستیم با استفاده از این فرمان، فرمان move faces، با معرفی یک بردار گسترش حجم رو انجام بدیم. با فشردن دو بار کلید انتر از فرمان خارج میشیم.